مردم چطور نام بتون برش؟ مکتب ویران شد، سرک از بین رفت، لینای تلفون از بین رفت، شفاخانه وجود نداره. این مال کیست؟ مال دولت است یا مال ملت است؟ که در نتیجه عرق‌ریزی های شما و مسئول کار و زحمات شما و آبله های کف دست شما ساخته شده است. مسجد ها ویران شدن. ما خود طوری دیدیم و عادت و عنعنه طوری هست که اگر در یک فامیل، در یک خانه آتش در بگیره، از خورد گرفته تا کلان می دون، یکی باله به خود او مندازه، یکی کت دولچه او مندازه، یکی کت سطل او مندازه، یکی واسکت خود بیرون میکشه که یه آتش گل بکنه، یکی خاک مه مندازه سری آتش. تمام تلاش برای عزیز که آتش در گرفته شده در این خانه خاموش شود. یا چونی نیست؟ پس بیایید، افغانستان خانه مشترک ما و شما هست. همه اولادهای از این وطن و از این فامیل هستیم و فامیلی هستیم که در این خانه مشترک زندگی میکنیم. خانه ما فعلا در گرفته است. وظیفه خرد و بزرگ است، نه رئیس جمهور تنها. شما، ما، انورخان دنگر، خان آقا خان، آجی گل خان، همه، صوفی صاحب رسول خان، از همه هست که یه آتشه که در خانه مادر گرفته، اگر کت واسکت میشه، اگر کت سطل میشه، اگر کت دولچه میشه، باید خاموش بسازیم. اگر فرزند واقعی از این خانه هستیم، اگر فرزند مربوط به این فامیل هستیم، اگر فرزند حلالی از این وطن هستیم، مگر ما چی میکنیم؟ کسی راکت را به دست ما میده، او را در سر شانه خود مانده، کسی تفنگ به دست ما داده، کسی توپ به دست ما داده، و ما این خانه خود را ویران میکنیم. به جای از اینکه آتش فرو بنشانیم، سر آتش ایزم میپرتیم، تیل میپرتیم. اگر یک خانه در گرفته، میگیم بگذار آتشش به خانه همسایه هم برسه و کل افغانستان در بگیره. ما برای شما میگم که بعضی ها میگه که ما میخواییم در جنگ پیروز شویم. یک کلمه را و یک جمله را برای شما میگم: پیروز در جنگ یا کامیاب در جنگ، ناکام اصلی است. راستی براتان بگویم، بالای کی پیروز میشین؟ بالای کی موفق میشین؟ بالای مردم خود؟ بالای قبرستان ها؟ بالای هدیره ها؟ حکم روایی سر کی خواد کردن؟ امیر حزب اسلامی و امیر وطن بالای کی خواد شدن؟ بالای تمام بیوزن ها؟ بالای یتیمان؟ بالای اطفال بیچاره مظلومه که توسط از این راکت های کور زده میشن؟ و دستشان قطعه و گردنشان قطعه و زانویشان قطعه؟ بالای ازی حکم روایی کردن باز ما بگویم که ما کامیاب هستیم، ما پیروز هستیم و باز افتخار بکنیم؟ ازی کده ناکامی بزرگ دیگه وجود ندارد، ازی کده شکست بزرگ دیگه وجود ندارد که آدم سر عشق یتیمان و آه و ناله و زجه و فریاد بیوزنان حکومت بکنن، آدم سر خرابه ها، آدم سر قبرستان ها، سر استخوان های عزیزان و دلبندان و برادران و پدران و مادران و خواهران خیش حکومت بکنن. همی جنگ را پیروزیش میخواین و شعار میست که ما جنگ را تا آخر ادامه میدیم. جنگ را نیست، در جنگ شما برای ما بکنین. عزیز و پدر و فرزند و دلبند خود را از بین بردن
و بر غم و اندوه و ناله و فریاد از او حکومت کردن و باز آخرش هم بگوییم که ما جهاد را بردیم، ما جنگ را بردیم، ما پیروز شدیم. هیچ کس زیان نمی بینه غیر از افغان. پاکستان زیان نمی بیند، عربستان سعودی زیان نمی بیند، آمریکا زیان نمی بیند، هیچ کشور خارجی زیان نمی بیند، شوروی هم زیان نمی بیند. اگر دیروز در اینجا عسکرایش وجود داشت، اونا هم رفتن با وطنشان. این فقط صرف افغان است و وطن افغان است و خانه افغان است که زیان می بینه. بس از این خاطر است که خون پدران و نیاکان شما میر مسجدی خان و میر درویش خان بابا قشقاری باید در رگ و پوست و خون و استخوانتان دوباره به جوش بیاید. که خانه کی ویران میشه؟ صلاح؟ صلاح از ما نیست. کدامش در اینجا تولید میشه بگو؟ به شمول کارتوش در اینجا تولید میشه؟ خواد بگوی که نجیب تو هم میگیری صلاح را. من دمی صحبت با شما که باز بسیار نام کشید که گفتم من از یک کافر میگیرم، خودت از 20 کافر میگیری. فیصله کردیم که بیا این کل صلاح ها را کوت میکنیم، با اونام میتیم، با اینام میتیم، این صلاح ها را پس دوباره گیچی میکنیم، مسترد میکنیم و از شقیقی مردم افغانستان اتفنگ بیرون میکنیم و میگذاریم این آزادی را برای مردم افغانستان که انتخاب بکنه که کی کیست و پشت سر کی میره. وطن ما را ویران ساختن، خانه ما را، خانه فامیل ما را که در زیر سقفش زندگی میکردیم ویران شد. برتان میگم که یکی ما ایمان برده نمیتانیم برای زکت ازی وطن عشق و محبت نورسیدیم. خاک ازی وطن مردم سرما میساختن، با چشم خیش میزدن، ولی با این خاک افغانستان چه صورت میپذیره؟ تو پدران و نیاکان ما که در سه جنگ افغان و انگلیس پیروز شدن، او در برابر اسکندر کبیر که پیروز شد، که یکی از دوستان ما در اینجا گفت اونا از خود ننگ و شهامت افغانی اتحاد و وحدت و اتفاق ملی و تاریخی داشتن و اسلامی داشتن، اونو را زنده بسازیم. من نمیگم که بین ما ملامت و سلامتی وجود ندارد، مگر وقتی که من شوروی را گفتم که از اینجا بیرون برای خود، تو هم دیگه پاکستانی را خود اجازه نده، دیگه عربی را خود اجازه نده، اینجا جنرال امریکایی را خود با خود نبیار و مشاور امریکایی را خود با خود به اینجا نبیار که باز من یکی از ولایت ها دستگیرش کنم. رو خود با خود در اینجا نبیار. میشینیم بین هم دیگر زانو و زانو مذاکره میکنیم، مفاهمه میکنیم، یا تو ملامت میشی یا ما ملامت میشیم. همینجا یکی از دوستان ما گفت که برای خدا دروازه توبه است، برای شما دروازه ناغه است. اگر ما ملامت شدم ناغه میتونم برای شما، اگر رفقای ما، اگر حزب ما و اگر دیگر هم ملامت شدم باید ناغه بده. ناغرم را میخواییم. سر تمام کدورت ها و دشمنی ها سنگ بزرگ میگذاریم برای ازی که والا کردن ازی کدورت ها و حساب ها و محاسبات جنگ ما را حل فصل نمی کنند. اثر نو در صلح و صفا و صمیمیت شروع می کنیم و خدمتگار یک دیگر و خدمتگار مردم خود می باشیم. این سوال وطن، تمامیت ارضی وطن شما در خطر است. وطنتان می تانه تجزیه شود، وطنتان می تانه پارچه پارچه شود. باز آیا استخوان‌های میر مسجدین خان کودامنی در قبر خیش ارواحش از شما فرزندان خیش و نواسه های خیش پرسان نخواد کرد که یک مشت خاک را ما به شما به میراث گذاشتم، به امانت به میراث گذاشتم و شما خود فرزندان اهل ما بودین، پا به پای قدم های ما باید گام می گذاشتین، با دشمن وطن مبارزه می کردین و این خاک و سرزمین طوری که من نگاه کرده بودم پر افتخار نگاه می کردین، ولی از دست تو خود پارچه پارچه و تکه تکه شد، تجزیه شد، تقسیم شد. یک قسمتش در دست عربا افتید، یک قسمتش در دست پاکستانی افتید، یک قسمتش در دست انگلیس ها افتید، یک قسمت دیگه در دست اروپایی ها، یک قسمتش در دست امریکایی ها، یک قسمتش در دست دیگه، یک قسمتش در دست دیگه، در دست بیگانگان افتید. ما گفتم که مسئولانه در برابر شما صحبت میکنم، حقایق تلخ است، به همه ما شما افغان ها میرسه، به ما میرسه، به شما میرسد.
ولی بیاین یک قطع تلخ در میان بگذاریم.